شما از اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران گذشته، این ایستادگی در رسانه های حکومتی چه بازتابی داشته؟ گزارش رو با هم ببینیم. از روز دهم مرداد کرکره های بازار پارچه فروشان تهران پایین کشیده شد و تا امروز همچنان بازاریان از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری می کنند، هرچند که رژیم تلاش کرده و می کند تا با ترفندهای مختلف بازاریان مغازه ها را باز کنند. در این میان رسانه‌های حکومتی نه تنها واقعیت ایستادگی بازاریان در برابر اخاذی مالیاتی و زورگویی حکومت آخوندی به 6000 پارچه فروش بازار تهران را منعکس نکردند، بلکه به تخته آنها پرداختند. اما به دنبال دو ماه ایستادگی بازاریان به خوبی میتوان یأس و درماندگی حکومت آخوندی را در برابر رسانه‌های حکومتی دید. از جمله روزنامه حکومتی رسالت، ارگان باند فاشیستی مترفه که بازار را تیول سرکردگان خود از قبیل عسکرولادی و بادامکیان می‌داند، زیر عنوان آیا مشکل پارچه فروشان تا پایان مهر حل می‌شود، مایوسانه نوشت: در حالی که به تازگی سازمان امور مالیاتی مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی این صنف را تا پایان مهر ماه تمدید کرد، اما بیم‌ها و امیدهای مختلفی در خصوص حل شدن مشکلات پارچه فروشان وجود دارد. این رسانه حکومتی سپس به مقاومت بازاریان در برابر اخاذی مالیاتی رژیم اعتراف کرد و نوشت: صنف پارچه فروشان بازار تهران مدتی است در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی مقاومت ها از خود نشان دادند. سپس با اشاره به ناتوانی حاکمیت آخوندی در جذب بازاریان بعد از انقلاب نوشت: واقعا چرا در ایران پس از انقلاب شخصنده های دولت و بازار هیچ وقت آنطور که باید شفت نشدند؟ در همین حال آخوند مصباحی مقدم که از روزخانی در قبل از انقلاب به سهامداری چند بانک خصوصی رسیده و همکنون در مجلس ارتجاع گماشته شده است، هفته گذشته بازاریان را مورد توهین قرار داد و گفت: اصلی ترین دلیل مقاومت برخی از اعضای صنف پارچه فروش قاچاقچیان پارچه هستند که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معاملاتشان شفاف و قابل رهگیری می شود. با همه این توهین‌ها و تهدیدها پارچه فروشان گفتند تا برچیدن کامل بساط اخاذی مالیاتی موسوم به 4% بر ارزش افزوده و اطلاعیه رسمی حکومت به اعتصاب ادامه خواهند داد.